خانم و آقایان سلام بر شما، حمیدرضا لواسانی هستم live from Los Angeles در خدمت شما، با شما و برای شما برنامه The Weekly Live Show رو اجرا میکنیم. خیلی هم خوشحال هستیم در خدمتتونیم. هوای لس آنجلس داغ، آتش، با یکی از همکاران بسیار خوبه من، خانم سمیرا نازنین. صبح عالی بخیر. سلام، صبح شما بخیر، صبح بیننده های امید ایران بخیر. و امروز خیلی صبح خوبی بود، صبح خیلی قشنگی. چقدر داغ لس آنجلس، گرمه. بله گرمه. من به فارنهایت که نگاه میکنم، به فارنهایت حدود 100 درجه است. بعد به سانتیگراد که نگاه میکنی بلد نیستی. من یادم به در تهران که زندگی میکردیم، شما تهران زندگی میکردی؟ 7 سالگی. تا 7 سالگی تهران بود، یادت؟ گرم بود تهران زمان تابستان که میشد. من یادمه میگفتن 40 درجه از هوا. بعد ما گفتیم واو 40 درجه. بعد اومدیم اینجا دیدیم 40 یعنی مثلا بالای 100 درجه و خیلی داغه. ولی ایران داغش خشکه، یه خورده خشکه. ایران نه، تهران. قسمت جنوب شرجیه، قسمت جنوب ایران. دبی دیگه، دبی این طرف آبه. خیلی که من یک ماه و نیم پیش دبی بودم، از ایرپورت که اومدم بیرون مثل از یخچال رفتی تو سونا. رفتی تو سونا. مردم. شطور دنبال سایه میگرده. خیلی داغه. آره گرمه. دوست دارم ولی گرما رو. آره نه اینقدر داغ. ببین تو این ولی که میای، در همه دیگه میدونن دیگه، ولی آباد لس آنجلس درست مثل مثلا یکی از خیابان‌های لوکال ایران هستش دیگه، همه میدونن ولی کجا. ولی یه جایی حالت تپه مانند داره و تو گودالی افتاده، هواش یه مقدار خفه است. خیلی از ایرانیای عزیزم تو ولی زندگی میکنن، 4-5 تا شهر، چند تا شهر، یه منطقه‌ای رو درست کرده به اسم ولی. ولی هم یعنی افتاده تای تا... همین که سرپایینی رو که میای وارد ولی میخوای بشی، اصلا میبینی این گرما رو میبینی رو هوا، باور کن خیلی داغه. به همین من اومدم اینجا، دوست دارم. دوست دارید که داغ باشه. راجب داغ حرف میزنیم، میخوایم راجب یه مسئله با تو صحبت کنیم، خیلی جالبه و من افتخار میکنم برای اینکه ایرانیه. راجب این چیزی که میخوایم حرف بزنیم، یک فرشی فروش رفته و این فرش ایرانی استیمیت میکردن که 1.5 میلیون قیمتشه. خب اینو شما برای من فرستادی، 1.5 میلیون قیمتشه. و بعد از طرف کریستیز آکشن هاوس گفته بودن که اینقدره و بعد میره داخل آکشن میشه که حراج بکنن و اینا. بعد یه دفعه متوجه میشن که عوض 1.5 میلیون به 4.45 میلیون 4.450.000 یک فرش ایرانی فروش میره که رکورد داشته، که هر اینچش، هر اینچ مربعش $729.87. از یه خونه گرونتره. خیلی گرونه ها، خیلی گرونه. من فکر میکنم میتونم 2 اینچشو داشته تو این اقتصاد امروز. آقا 2 اینچشو بده ما هستیم. ولی فرش، من عاشق فرشم، بخصا فرش ایرانی. یه آرته که از طرف ایران، یه دونه از قشنگترین آرتاش به نظر من فرشای ایرانه. خیلی قشنگه دیگه. این کاریه که ایران انجام میده. البته الان هندوستان و پاکستان و اون قسمت آسیا این نیستش عزیزم. آها اینم پرله، اینم یه فرشیه با پرل درست کردن، با مرواریده که ساختن. ولی من اینا رو دوست ندارم. خیلی دوست. این 5000 تا روش پرله و بیدزه. آها این 4.5 میلیون قیمتش بوده و 5.5 میلیون تو 120 اکشن شده. اینم خیلی قشنگه. پرشه تمام سنگاش پرشستانه. ما موقعی که تو تایلند بودیم، ایرانیایی که میمدن اونجا میخواستن خرجشون رو در بیارن، هر کی دو تا فرش میآورد. بعد نمیتونستم بفروشم برای اینکه تایلندم گرمه. میآوردم میدادم به بابای من. ما انقدر دیگه از ایرانیا فرش خریدیم، مامانم یه فرش فروشی با کرد. بارکلا. بستی. ما کسی تو تایلند انقدر گرمه، همه تایل دارن یا چوب دارن، کسی فرش
گرم هوا حالا چیکار کردی رو فرشارو میزنیم تو خون تو تایلند کادو میدادیم تو تایلند یا اینجا برای آخه هندیه وقتی عروسیشون میشه بعد مفصل بهشون کادو میدیم دیگه فرشارو میدادیم کادو برکت الان کجان فرشار اینو من میخوام بدونم تو تایلند تو هندیا به هندیا خیلی چیز میکرده آدرس منو داری من عاشق فرشار دو تا سه تا کادو به عروسی ها حالا عروسی ولی فرش واقعا یه اینوستمنت و قشنگه من دوست دارم بیوتیفول ببینم این کارداشیان اینا این خانواده کارداشیان رو شما دوستشون داری و باهاشون زندگی میکنی تو رد کارپت‌های مختلف که میری هستن اینها به نظر شما فرش دوست دارن فرش ایرانی خیلی یکی هم حامله است این حامله است حامله است با دومی این هم دوست پسرشون سکاته که الان خیلی اتنشن هالیوود واقعا به خانواده ایشونن که ارمنی هستن و پدرشون ارمنی پدرشون ارمنی مادرشون من هنوز نمیدونم مطمئن پدرشون یک وکیل بسیار خوب بوده لویر اوجی سیمسون نبوده دوست خانوادگی بودن که زمانی که اوجی سیمسون رو گرفتن ایشون اول به عنوان وکیل اومد جلو چون دوست خیلی صمیمی بود بعد به اون جان کاکرن اینو معرفیشون کرد خودش عقب نشینی کرد ولی با اوجی سیمسون دوستان خانوادگی بود و فقط 2010 اینکام تمام کارداشیان بود 650 میلیون دلار انقدر اینا توی الان 65 میلیون دلار 65 میلیون دلار در سال 2010 65 میلیون دلار بله خیلی 65 میلیون دلار البته 650 میلیون رو تو 10 سال گذشته حتما ساختن بله اینکام سال پیششون ولی اوورال هم و بهشون خیلی چیز میدن اگه برای یه چیزی آگاهی کنن they get a lot و congratulations they just had a new baby باریکلا خواهر بزرگشون Courtney just had a baby girl July 8th at the Cedars-Sinai and her name is to Cedars-Sinai بله oh. 7 pound خورده ای بود و دومی نوه کارداشیانه باریکلا Cute. خانواده بزرگی هست بزرگی هست بله. سه تا خواهرن که از با یه برادر و دو تا دوقلو کوچیکا که از پدر دوم هست خیلی جالبه در ببین این حاملگیشو نشون میده و اینا هنوز ازدواج نکردن نه؟ ازدواج نکردن اینم ولی پروپوز کرده پسره بهش پسره میخواد ازدواج کنه دختره بله. ازدواج نمیکنه تو نیویورک هم اینا زندگی میکنن این خیلی جالبه که ایشون کیم هستن که الان نشون داد خانم کیم خیلی جالبه در مملکت ایران یا مملکت اون طرف آبها به غیر از آمریکا و اروپا یه ذره اونورتر تو آسیا و یه مقدار از کشورهای دیگه بری نحوه ای که خانم کیم معروف شد و اگر اونجا بود معروف نمیشد هیچی یک خدمت یا بهش میرسیدن ایشون معروف شد برای که یه عملیات بسیار اساسی مثل که جیمناسیک داشته تمرین میکرده با بویفرندش تو اتاق خواب و فیلم برداری کرده دوست پسرش و اینو گذاشته رو یوتیوب و خودش نذاشته یکی دیگه حالا میگه حالا دیگه چجور آقا فیلم نگیرید عکس هم نندازید میگن که اگه میخوای سیکرت یا راز نگهداری اول نکنید این کار رو چون از یه جا تقش در میاد و این تقش در اومد و ببین الان درآمدش رسیده به سالی 65 میلیون دلار بر رد کارپت ها رو الکی نمیاد من بقیه رو میدونم 100 هزار دلار میگیرن ایشون نمیدونم چقدر میگیره رد کارپت ها رو راه میره چند یک سال یا دو سال گذشتم چند وقت پیشم به دبی رفت دبی دیدم عکسشو تو مال بله دبی مال بود توی دون از این میلک شیک ها و پابلیسیستشو به من چیز کرد عکسشو دیدم برای یه میلک شیک اومده بود تمام مال دبی پر بود بله نه دیگه کیم کارداشیان وقتی میره سوار شطور هم کردنش رئیس جمهور هم میرفت به این چیز نمی کردن نخیر کیمو میخوایم بله کیمو میخوایم عربا ریشته بودن شما واقعا کانال پنجایی که واکنی همشون توه میدیا وانتر ما با یکی از دوستانمون به اسم علیرضا اسم کوچیکش داشتیم ساندویچ میخوردیم در بیولی هیلز
خدا رحمت کنه رفته بودیم بیژن رو ببینیم، بعد ایشون یادم نیست چی بود قبل از که بریم رفتیم یه ساندویچ بخوریم نشسته بودیم، من یک وقت دیدم توی اون خیابونی که نشستیم پشت مشتا هم بود، زیاد خیابون معروف نبود، یه دوتا کوچه اونورتر رودو درایف بود، من دیدم حدود باور کن بین 30 تا 50 تا پاپاراتسی ریختن و خیابون رو تقریبا قرق کردن. گفتیم چه خبر؟ بعد جلوی ما وایساده بودن، من قلبم داشت میگم آقا یه ذره وایسا اونورتر. گفتن که خانم کیم کارداشیان داره ناخوناش بغل دست شما درست میکنه. بعد این بیچاره بدبخت نشسته بود مثلا ناخوناشو درست کنه، 30 نفر 40 نفر با دوربین متصل، این پاشو گذاشت بیرون. سمیرا جان مردم فکر میکنن خوبه این فیم و اینا، باور کن خیلی سخت، هر یه قدم که برمیداشت نزدیک بود 2 نفر رو زیر کنه، یعنی همینجور ملا... یکی خوابیده بود یکی وایساده بود یکی رو درخت بود، ولی اگه یه کارم اشتباه بکنه یه چیزی بگه پخش میشه، بعد همیشه پولایت باشه، همیشه اینجوری باشه و کار آسونی نیست آقای لواسو خانم کیم. بعدم این خانم کیم که حالا ما چقدر همش به این بعد میکاپ تنش باشه، همش خوش اخلاق باشه، همش کار آسونی نیست. آره ولی وقتی معروف شد تو اون ویدیو میکاپ نداشت، خیلی بد بود. خب شما در هفته ای که گذشت، امروز من اینو بگم، اول از هر چیزی آقای نادر رفیع نازنین یک اتفاق خیلی بدی براشون افتاده که نتونستن تشریف بیارن و این من واقعا متاسفم به جامعه ایرانی، از طرف خودم و خانم سمیرا هم دردی میکنیم با غم بزرگی که آقای نادر رفیع امروز صبح دارن، تلفنشون ساعت 10:30 صبح قرار بود برای صبحانه تشریف بیارن نیوردن، من ساعت 9 صبح زنگ زدم بیدارشون کردم، بعد ساعت 10 زنگ زدم که تشریف میارید 10:30 گفتم بله 100%، 10:30 شد نیومدن، 10:45 نیومدن، 11 نیومدن، 11:15 نیومدن، 11:30 که ما قراره کلیدو بزنیم تشریف آوردن تو استودیو. بعد خیلی فرش اینجوری سلام گفتم آقا ما باید برنامه رو شروع کنیم، گفتن شما منو درک نمی‌کنی حمید جان، گفتم چی شده؟ گفتن تماشا کن تو باید کر بکنی، دست کردن تو جیمشون و من واقعا متاسفم از این اتفاقی که افتاده، یه تیکت گرفتم، جریمه رانندگی گرفتن ایشون، هم دیر اومدن هم آماده نشدن بیا جلوی دوربین. ما البته چون حرمت این تلویزیون و رفاقتمون رو حفظ میکنیم و همیشه ارادت داریم خدمت ایشون، زیاد راجبش صحبت نمیکنیم، نمیگیم که ایشون باید اینجا حضور داشته باشن، برنامه تلویزیونی تیکت و بیکت سرش نمیشه، ولی خب چون احترام میذاریم ما زیاد راجبش صحبت نمیکنیم. ولی جناب رفیع من از طرف یک ملت ایران با شما هم دردی میکنیم و حالا نمیدونم که تیکت گرفتیم، نمیدونم تیکت سرعت بود یا تیکت پارکی. سرعت الان خیلی 300-400 دلاره. نگاه نکردم، فکر کنم تیکت پارکینگ بود، پارکینگ 60 دلاره فکر کنم، 60 تو بیولیز بیشتره، بیولیز عکس هم میگیرن، شما پیش یکی اشتباهی نشینی عکس تو بگیرن، خیلی بده، خیلی بده، خالا چرا من نگاه میکنی؟ در هفته که گذشت میریم سراغ رد کارپت هفته گذشته و امروز یک مهمان برنامه داریم، مهمان برنامه بسیار اساسی هم داریم، یک مهمان برنامه سلبریتی شف داریم که به قدرتمندترین و مشهورترین اشخاص جهان ایشون براشون غذا درست میکنه و جزء یکی از بهترین ها هستش که لایو به صورت مستقیم و مستند در استودیو ما حضور داره که تا دقایق دیگه بهش میپردازیم، باشید ببینید چه غذاهایی ایشون درست میکنه، چه کارهایی میکنه، چه غذای خوشمزه هم برای ما آورد. بله راجب رد کارپت صحبت بکنیم و بریم این رد کارپت که میبینیم، این رد کارپت واقعا من آنستی فکر کنم یک کدوم از بهترین رد کارپتی بود که من این یک سال رفتم، خیلی قشنگ بود، یه منشن بود تو بیولی هیلز، خیلی های کلاس درستش کرده بودن، تمام تلویزیون ها کانال 4، 7 و 11 از استرالیا از آمریکا همه ایونت رو پر کرده بودن
و واقعا مال یونایتد چیلدرن اف دی یونایتد نیشنز که کمک کنه. هر پلیت غذایش $1,500 بود. بله. که آقای شفی که اینجا هستن بعضی اش رو درست کرده بودن به اضافه دونیشن و خیلی آدمایی اومدن برای آرت دادن و کسان خیلی مهمی اونجا بودن. از پالیتیشن ها، از کانگرسمن ها، از میر ها، از بسکتبال پلیر ها، از هنرپیشه ها، خیلی هنرپیشه های خوشگل و خوشتیپ و و سپانسراش یکدومش کافی بین بود. خیلی سپانسرهای بزرگ بودن. خیلی برنامهش کامل کامل بود، از غذا از برنامه. این یه دونه از بهترین رد کارپت ها بود و تمام رد کارپت من جولری میگذاشته بودم که ببینم که بهشون آویزون کرده بودم. آره و همه راه میرفتن و نگاه میکن. خیلی خوب بود. من اینجوری تو برنامه چیز شدم. ولی من از سپانسرها و تمام برنامه خوشم اومد، از تمام برنامه. و به نظر من کدوم از کلاسی ترین ایونت هاست که شب این ایونت equal to the Oscars. That's what they say. Very good. میری با هم رد کارپت رو میبینیم، برمیگردیم، برنامه تکمیله ها. برای تو برنامه قشنگی داریم. با ما باشید. Jewelry designer. I have my jewelry worn by everybody at the red carpet. We have Channel 4, Channel 7. We have major big red carpets. We have ABC 7 here. We have like huge turnout of media. And I've been lucky because I'm involved in this event. I'm having my congressman. Best celebrity charities. Well, for the it year. Is good to be here and to be able to support such a great effort. Congressional District of one of my colleagues discussing the civil rights movement in America and the role that children and young people played in that movement. When I was really young, had all of my hair and a few pounds lighter, I was very active and working with Dr. Martin Luther King Jr., Rosa Parks, and hundreds and thousands of children. Children have always been a concern of mine, and we got to see that all of our children get the best possible education and that they survive and live and grow up and be productive adults. Well, I think America does have, I've you know, traveled the world, and I think America does have one of the best education from kindergarten. They really do. I mean, all families support education very well in America. Well, just a few days ago, back in Georgia, in my own district, I visited a school, and this school looked like a United Nation, really. It was children, they were black, white, Latino, Asian American, Native American, and they looked like the world. Thank you, Congressman. Well, thank you. Good Samira Kazemini, and here we are with the most famous great basketball player. Thank you. How are you doing? Good. So you're having fun tonight? Yeah, we're having fun. You know, we are here with Daphne and the Children United Nations, and you know, she's a real, you know, she's an advocate for mental health awareness. And me also have, you know, different foundations that provide, you know, mental health awareness, you know, for different programs. So I love it. That's nice. Yes. Yeah, the red carpet is amazing. So you're having a good time? Yes, we're having a good time, you know, and seeing a lot of people that's not at the Oscars, they come here, a lot of great people and a lot of good media, so yeah. It's good. Yeah. Let's see. I'm an actor, entertainer. I'd say entertainer because okay. I do like all of it. Okay, great.
probably like the best of all of it. Not just a great solo practitioner, she's a great friend. We've done so many things together. Yeah. We have so many pictures, so many events. Yeah, and Facebook friends. Facebook friends. She was a judge in some of the shows. Yes. A great friend of Maria Moore. So, Baling, tell me a little about yourself. I know you are one of the people's top 50 people model. I love the way you dress. I love your designs. Thank you. You're, to me, a great fashion icon. To support the children. And I think it's my honor to be here. Make me most happy because we're having gift to give to children and to share our energy, our encouragement, our wisdom, our smile, our beauty with the children. So I'm very grateful to be here. And for me, in 2012, I'm building up my image, new image, as it's more sophisticated, elegant, and graceful Baling, and to give my talent to the big silver screen. One day I will. This evening to support Children Uniting Nations. Daphne Zeiman is a friend and has been for years, and what she is doing is so very important. I will be really happy when the day comes that this organization is no longer necessary, but unfortunately the children, the foster care children, are growing in numbers. So this is a very important cause. The children are so important. We've got presidents, scientists, engineers, all that need to be supported because they need to have a future like every other child here in America. So it's important, this event, and that's important why I'm for here. For people to understand that we were all here for a purpose, and I think the purpose is to give back. And when you give back, you know, you empower yourself and you certainly empower others. And the children of Iran that live in Iran, I pray for you peace. I pray for the world peace, actually. And I would love someday if we would all be able to exchange information and places, and I would love to come and visit you. I would love for you to come here and visit me. So what I pray for all of us, especially the children, is, you know, the jewels and how you don't sell them. It's just so beautiful, and the color. My favorite color is red. Yeah, me too. It shows. I love the red. Thank you for wearing it, and no problem. You look wonderful. I would wear it any day, every day. Thank you. چشمات رو میدی میگم نه، لبات رو میدی میگم نه، وقتی که میگی تا حالا دیدی به هر از این میگم نه، عشقت رو میگی میگم نه، قلبت رو میگی میگم نه، نمونش رو بگو تا حالا دیدی رو کره زمین میگم نه، تو بی نظیری، تو بی نظیری، خدا هنوز بهتر از این نیافریده، تو بی نظیری، به خدا تو بی نظیری، اینجوری شو هیچکی هنوز هیچ جا ندیده. بسیار عالی، بسیار عالی بود. باریکلا، نایس جاب. Thank you. خیلی قشنگ. و به خاطر اینکه یکی از اون روز حرف می‌زد اسپانسراش کافی بین بود، من رفتم و ما هممون خیلی کافی می‌خوریم. ما دیگه من همین روزا قهر میشم تو کافی. کافی. شما چقدر کافی می‌خورین روزی؟ من اتفاقا یه رپورتاجی هم راجع به کافی داریم. بچه‌ها نشون بدن. من روزی 4 کپچینو میخورم. واو. که دبل شاته. یکی دو تا قهوه ترک میخورم و 7-10-20 قهوه چایی معمولی. واو. بعد قهوه های ما هم میدونی که مثل وقتی چایی میخوری توی استکان های ایرانی یا مثل ماها که عادت داریم 4 معمولا یا 6، کاپای ماها 12-16-20 اینقدره. 7-18 تازه. شما چند تا میخوری؟ یه دونه یا اگه برم یه جایی 2 مکسیمم. خب این که فایده نداره. من وقتی کافی میخوردم همه میگفتن که اولا خیلی برات بده، خیلی بده، خیلی حالتو بد میکنه، اینجوری میکنه، اونجوری میکنه، چون زخم دم داری، میگن خیلی بده. ولی از زمانی که ما شروع کردیم کافی، ما به حرف کسی گوش ندادیم و کافیمون رو ادامه دادیم، الان استادی های جدید دارن نشون میدن که هرچی بیشتر کافی بخوری بهتره. 4 کاپ. 4 کاپ. 4 کاپ میگن دیپرشن و
توی خانوما کم میکنه. حالا این استادی چند هزار نفری که چیز کردن که 4 تا کاپ 20% دیپرشن توی زن ها کم میکنه و برای آلزایمر هم خیلی خوبه. حواسشون بیشتر جمع میشه. بله. این آقای دکتر داره میگه آقا کافی بخورید. کافی بخورید صفا کنید. پارکینسون دیزیز هم خوبه. پارکینسون همونی که نمیلرزه. مثل پرزیدنت ریگان گرفته. بله. برای این چیز هم خوبه. یعنی همش بد نیست. یه چیزای تو برین ها نمیدونن چیه. میگن یک اتفاق شیمی در بدن ایجاد میشه که این اتفاق که میفته خودشون هم نمیدونن چرا این کار انجام میده، ولی میگن خیلی خوب برای مردا، میگن پروستاتشون رو سالم نگه میداره. و بعد یه استادی بود که میگفتن اونایی که 2 تا کاپ میخورن پروستاتشون اینقدر کمتر آسیب میبینه، اونایی که 4 تا میخورن 8 تا میخورن، اونایی که بیشتر میخورن صفا. خودشون سالم هم مردم 10 تا کاپ بخوره بیان. آره دیگه، نه این پروستات که خوب باشه خودشون سالم هست، بطا همسرانشون بدبخت میشن. ببین این میگه تو مغز یک اتفاقی میفته که هنوز خودشون هم نمیدونن چه اتفاقی میفته، ولی انرژی هم میده. بوست آف انرژیه. بوست آف انرژی میده. بله. یه دفعه توربو. بله. توربو انرژی. همین اونایی که میرن درس میکنن احساس میکنن وقتی که میشینن کافی میخورن، میخوان درسشون رو بخونن، انرژیشون بیشتره، حواسشون بیشتره. ولی بیشتر از همه به خاطر تیستشه، اون مزهشه که مردم قهوه میخورن و لذت میبرن. بنده اکسترا ویت کپچینو دوست دارم. من بهترین کپچینو تو اسپین خوردم. اصلا خوشگله. اصلا نداره اسپین کپچینو؟ داره. باور کن نداره. داره. من خوردم. آره اونجایی که شما رفتی خیلی خوب بود. نه که شما نخوردی، خدای نکرده چیز نباشه، ولی مرسوم نیست. در اسپین باید بهشون بگی قهمن. روز اولی که تو اسپین بودم، تو مادرید و بارسلون و اینا بودیم، من هی در میبادم میگفتم آقا یه کپاچینو. نمیفهمن منیورم. نمیفهمن هیچی. نمیفهمن آخر گفتم لچمن لچه رو اونجا یاد گرفتم، یعنی شیر. اونا بابا کافه پوکیتو لچه. آها اینا ها حمید عزیز آورده داره میگه. چی داری؟ ببینم این که شد آگهی کافی شورد. حمید عزیزم بیکف هم میکنه ستارباکس. اوه گراند کارامل موکیاتو. ولی من یه چیز رفتم برای دانشگاه، میگفتن بزرگترین ادیکشن درینکه، یعنی once you start automatically. ولی من نفهمیدم چیزی. حمید برداشت رفت قهوه رو برداشت. حمید و توی ایشیا مثلا تایلند بعضی از غذاها $3 و کافی مثلا $4. آره. برای خیلی کشورهای دنیا کافی که مثل ستارباک و کافی بینه خیلی گرونه. ببین ولی هیچ جای جهان مثل آمریکا از نظر غذا و اینا نیست. اولا پورشن غذاها چندین برابر جاهای دیگه است. یکی از هنرمندای خوب کشور ما از اروپا که سوئد زندگی میکنه اومده بود اینجا، بعد رفته بود چیز کیک فکتوری، یک رستوران در اینجا، بعد غذا که ارده داده بود براش، سالاد که اومدن گذاشتن، 4 نفر بودن سر میز، فکر کرده بود اینو برای همه اومده دیسه میذاره وسط، بعد میگه نه خیر این مال شماست. میگه اینو کی میخواد بخوره؟ شما چقدر میخور اینجا غذا و پرشنا خیلی زیاده. در اینجا زیاده. قهوه هامون هم اینطوریه. خوب نیست زیادم، بلکه آدم میخوره، جلوشه میخوره. شما اینجا تو ستارباکس که میری وقتی قهوه اردر میدی برات بزرگ میاره دیگه. اینقدر من باور کن تو ایتالیا تا میشستم میگفتم 4 تا کپاچینو، تازه هنوز مال اینجا نمیشد، فقط $25 پول کپاچینو. البته اونایی که چیزن، ما اون موقع وضع خوب بود، اون موقع اکانومی خیلی خوب بود، میشستی میگفتی 4 تا از این 4 تا از اون، 2 تاشا بریز دور، الان یه دونه بگیری 5 نفر میخوری، 2 تا پول میکشی واقعا. الان باید بترسی خدا، این کارامی خرابه. بر همین ماشین میفروشن از این ماشینا. آره خیلی هم خوبه. خب $4 بالاخره added every day it's a lot of money. زمانی که ستارباکس در چین باز شد، چند سال گذشته، اولین ستارباکسی رو که باز شد 700 نفر جا میگیره
و یک کارمند معمولی یا کارگر در روز درآمدش زیر 3-4 دلار بود و یک استارباکس قهوهش حدود 3 دلار بود و مردم چندین کیلومتر تو صف وایساده بودن که یه دونه از اینا رو بخرن و میگفتن که حتی کارگری که پول یک روز یا دو روز مزدشو میخواد یه دونه قهوه بخوره میخواد بیاد و خودشو ببینه چه خبره تو جهان، ببینه اینایی که میخورن چه خبره. خیلی ها و مکدونالد توی چین، من که نفر صف دوست دارن چیزای آمریکایی، خرجشو میکنن که انقدر صف رفت پیفر میکنن تو نودل و داک، اونجا خیلی داک میخورن، هنگ میکنن داکاشونو اپساید داون اینوری، براشون خیلی مرغابی ولی اینوری میذارنشون. خیلی غذا رو میخورن، خیلی خوشمزه است. این کجاست که سگ میخورن؟ من چون تو تایلند زندگی میکردم تا یکی منو میبینه مثلا ایرانی، شما سگ میخورین شما اینو میخورین، گفتم نه من اصلا نمیدونم. من سوال کردم، من نگفتم. نه 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 ولی نمیدونم، ما یکی از دوستانمون بگم نمیدونم ولی یه چیزی، یه فیلمی هست Asia's most shocking something، این چیزا رو نشون داده تو ایجیا که سگ میخورن، میمون میخورن. آها خب میخورن دیگه، میخورن. من نخوردم. ما تو جاتو ما شبا که میخوابیدیم 4-5 تا سگ همسایه بودن، خیلی پارس میکردن، اذیت میکردن. یه دونه از این هموطنان چشتنگا اومدن تو منطقه ما، خب ما صدای سگا رو نمیشنویم خیلی وقته، باور کن. من شنیدم. آره. ندیدم. آره فیفی کو اردک کردم. خب میریم سراغ المپیک. المپیک سال 2012 در لندن، اتفاقات الان در لندنه. راجب اقتصاد هم که بگی، خبر اقتصاد لندن و انگلستان بود در هفته گذشته که یک مقداری بهتر از اون عمل کرده بود که از نظر مالی و اینا بهتر شده بود، که یه مقداری واکنشش هم به اروپا خوردش و الان انگلستان داره حرف اولو میزنه تو ورزش. میدونی که تنیس یکی از پرستیژ ترین اتفاقاتی که برای تنیس میفته در ویمبلتون هستش که در لندن ایجاد میشه، قهرمانی تنیس هستش که آقای این با وجود تمام شور و هیجان مردم و رسانه‌های بریتانیا در دو روز گذشته و تب اندی موری که کشور را فرا گرفته بود، او در آزمون نهایی مردود شد و نتوانست پس از 76 سال، بعد از 76 سال نتوانست اولین بریتانی باشه قهرمان یک قهرمانی این جامو ببره در اونجا. خیلی جالبه ها. اینی که پخش کردین پروموش بود، همینجو خودش 3 دقیقه است، اگه لطف کنی پخش کنی قشنگ میشه. آقای فدرر که سوئیسی هستش، در 76 سال گذشته میدونی انگلستان، آقای اندی موری این دفعه چهارمشه که به نهایی میرسه ولی نمیتونه ببره، و این آقای فدرر برای 7th سال متوالی، اینم پرنسس انگلستان هستش که داشتن برای اینم اندی موریه که برای قهرمانی در شهر خودشون، در کشور خودشون، تیکت ها 50,000 دلار بوده که همه میخواستن برن، ولی آقای فدرر برای 7th بار متوالی در سن 30 و چند سالگی میبره مجددن و نمیذاره که این قهرمان بشه در کشور خودش. خیلی هم بد، حالشون هم بد میشه، و ولی آقای فدرر بهش میگه، میگه ببین من سنم رفته بالا، چند سنگه تو سال آینده ببری خیلی زیاده. اینه که از نگاه کن تو بارون 50,000 دلار هم پول بده، برو بشین تو بارون اینو ببین. همشون 50؟ نه تا 50,000 دلار، چندین هزار نفرم بیرون بودن. خیلی جالبه ها، این خیلی جالبه. و الان در سال 2012 المپیک مجدداً در انگلستان و بیشتر بازی ها در لندن خواهد بود، که این هم خیلی جالبه که ببینیم آمریکا به چه صورت قرار جلو بره. تیم آمریکا، مرسی عزیزم حمید جان، تیم آمریکا هم
همینطور که میدونید هر سال که المپیک لباسای خیلی قشنگی میپوشن، خب بالاخره آمریکا رو دارن رپرزنت میکنن و امسال خیلی جا ضمن سرینا ببخشید میپریم، خانم سرینا ویلیامز از آمریکا مجددا اول شدن در انگلستان در ویمبلتون و بردن. ولی مسئله خیلی جالب اینه که تیم آمریکا برای المپیک، اگه یاد باشه المپیک قبل خیلی خوشگل و لباسای خیلی قشنگ، امسال رالف رولند لورن را پولو دیگه رالف لورن رالف لورن این اسمش لورن، آره لورن LAURN که پولو رو میسازه اومده و مجددا برای اینها طراحی کرده، ولی خیلی چیز کرده، پشت سرش حرف زیاده، یه عده اعتراض کردن و چرا؟ حالا به هفته دیگه بهش خواهیم پرداخت که چرا. Tune in for next week که بهتون بگیم چرا. دوست داری تنیس نگاه میکنی؟ من دوست دارم. Actually اینجا تو کانتری کلاب هم یه چیز تنیس بود، من میخواستم پسرم بزنم. تنیس خیلی ورزش خوبیه، هم فانه هم ورزش خوبیه. تنیس ورزشیه که تا پیریت هم میتونی باهاش بازی کنی، 80 و 90 سالت که میشه، ولی ورزش گرونیه. گرونیه. تنیس گرونه. میگن سپورتس هم فانه، هم it's business and it's fun, it's high class. گرونه، مثل گولف دیگه گرونه. یه نفر هم باید زمین داشته باشی، هم باید راکت گرون داشته باشی. گولف هم خب من 6 تا برنامه گولف بردم، از هفته دیگه دارم شروع میکنم. چی برد؟ آها که بری کجا بردی؟ توی این برنامه ای که بردم به هم 6 تا دادن دیگه. خب. میخوام از هفته دیگه شروع کنم. من عاشق سوسیس ها شدم. برداری کنن ازم وقتی بازی میکنم. خیلی خوبه. خوبه. بلدی؟ نه میخوان یادم بدم. آره. وقتی که یاد میگیرم فیلم برداری میکنم. خیلی خوبه. اون روزی که کسی که گلف رو اختراع کرد خیلی دوست دارم. من فکر میکنم اسکاتلندی بوده، چون اینا درینک زیاد میخورن. مثلا طرف خورده سرش گرم شده. در بعد گفته به دوستاش ببین من میخوام یک بازی اختراع کنم که حال کنه. گفتن چیکار کنیم؟ گفته ببین یه توپو برمیداریم میزنیم چند صد متر میره. من میگم خب خیلی عالی ما هستیم. گفته بعدم میخوام چوبشم کچ کنم سر چوبشم یه توپ بذارم که این توپ به اون توپ بخوره بره. میگن باری کلا خب اینو از اینجا میزنی تا اونور دنیا گلت چقدره؟ گفته گل یک گل حسابی اق از اینجا بذاری بره اون طرف دنیا که بره تو اون سوراخه. خب سیه نازنین جونم تو منست تو کمرشال اوکی. میریم راجع به بسکتبال المپیک میخوام صحبت کنه. و میخواستم بهتون بگم این آقایی که من باشون صحبت میکردن متا ورلد پیس، یه دونه از بزرگترین سلبریتی هالیوود که نه فقط یه بسکتبال پلیر چیزم هست، هیز لایک ا سلبریتی، همه دوستش دارن. بله. تا یه رد کارپت میاد همه میرن باش عکس بگیرن. آره، آقای ورلد پیس در لیکرز بازی میکنه. ایشون اسمش آرتست بود. آرتست و بنده باش آشما لیکرزی هستن دیگه. لیکرز ما لس آنجلس. کوبی اینجوریه قبل از که بره با کوبی اینها این دانکشو نگاه کن، این آقای آرتست اینها اینو میگیره میره و رو سر همه باو سر بهش میگه این یور فیس به قول آمریکایی ها میزنه. و این آقای آرتست یه سر بچه که بوده یه سر قاطی بوده خودشو درست میکنه چیز میکنه و بعد سال گذشته یه دفعه میاد و میگه من اسمم ورلد پیسه، اسمشو عوض میکنه به ورلد پیس. زمانی هم که لیکرز گرفتش داشت با کوبی هد تو هد با هم دیگه انقدر با هم دیگه فیزیکال بازی کردن تا اینکه لیکرز گرفتش. ولی شما باش اینترویو کردی؟ باش اینترویو کردیم. He was really nice. آره بچه خوبیه. حالا تیم بسکتبال آمریکا که انتخاب شد که بره در المپیک سال 2012 در اونجا شرکت کنه تیم، آقا اصلا عکس اینایی که تو این تیم آمریکا هست رو شما نگاه میکنی حالت بد میشه. کسانی که توشن اصلا نمیشه ما اینا بازی کرد. آقای کوبی براینت، آقای کارملو انتونی، کوین دورانت، تایسون چندلر، بلیک گریفن، لبران جیمز، او مای گاد، کریس پاول،
دوران ویلیامز، راسل وستبروک، اینا خیلی قویه و دارن میرن که مجددن بیار. حالا یه اتفاق خیلی جالبی که افتاده، کوبی برایانت در اومده گفته که ما تیم بسکتبالمون در تاریخ ورزش آمریکا نمبر وانه، و آقای جوردن، مایکل جوردن، در اومده گفته به آقای کوبی پیغام منو بدید که ایشون کور خونده، برای اینکه زمانی که ما سال 1992 دریم تیم رفتیم برای المپیک هیچ وقت تکرار نمیشه، و اگر تیم امروز که داره میره برای سال 2012 تیم ملی آمریکای بسکتبال میره، اگه با تیم ملی بسکتبال سال 1992 در آمریکا قرار بود با هم بازی بکنن 100% میباخت. و بعد این رفته پیچیده و تمام کسانی که در میدیا هستن تقریبا 50-50، یه ده میگن سال 92 تیم بهتری بوده، یه ده میگن تیم الان تیم بهتری. خب موافق هستین که بریم با سلبریتی شف برگردیم؟ خانم آقایان آماده باشید، میخوایم یک سلبریتی شف آمریکا رو بیاریم اینجا برای ما ببینیم چه غذاهایی داره. غذا هم آورده ها. بله، براتون لایف کوک کنه. بله، با ما باشید، با ما باشید. فاجعه 11 سپتامبر 2001 ملت امریکا درس بزرگی به مردم جهان داد. آن روز امریکایی‌ها، چه جمهوری‌ها یا دموکرات، همه اختلافات را فراموش کردند و با تکیه به پرچم ملی خود به دنیا آموختند که شرایطی هست که هر کس با هر دین و عقیده سیاسی باید تنها و تنها به کشور خود بیاندیشند. این درس پیش از اینها 25 قرن قبل توسط کوروش بزرگ به پدران ما آموخته شد و از این رو ایران میادگاه مردمی بود با ادیان و گرایشات مختلف. اما امروز قلب من به عنوان یک ایرانی از حسب نام پارس، از عنوان خلیج همیشه پارس شکسته شده است. میدانم شما نیز چنین حالی دارید. پس باید برای حفظ وجب وجب خاک کشورمان کنار هم باشیم. آرزو می کنم بتوانم به عنوان یک ایرانی در کنار همه شما آنچنان که را در توان داریم برای سربلندی و حفظ تمامیت ارضی کشورمان به کار گیریم. می شود و باید 5 آگوست، 14 مرداد، چون ستارخان، باقرخان، یپریمخان سلاح عشق به دوش بگیریم و در سراسر جهان، هر جا که حتی یک ایرانی زندگی می کند، نام خلیج فارس را با یک صدا با هم بگوییم. این خلیج نیست، خلیج فارس هست. می شود و باید. ما ایرانیان مقیم کالیفرنیا روز 5 آگوست همراه با همه ایرانیان در سراسر جهان مقابل فرابیلدینگ گرده هم می آییم تا به جهانیان بگوییم آنجا که نام ایران مطرح است، ما همه با هم هستیم که با هم بودن امروز ما قوی ترین سلاح تاریخ خواهد بود. پدران، مادران، برادران و خواهران من، بیایید این فرصت تاریخی و ملی را از هم دریغ نکنیم. تجربه کنیم با هم بودن را. ایران،
This summer, the most anticipated concert of the year, Andy. Saturday, August 4th, live in concert, the Greek Theater. Summer of rhythm, the summer of passion, the summer of love. Saturday, August 4th. Andy, live at the Greek Theater. رسید مژده که ایام غم نخواهد مان چنان نماند و چون این نیز هم نخواهد ماند چون این نیز هم نخواهد ماند T1 با افتخار تقدیم می کند لیلا فروهر and Romy's Band شنبه 8 سپتامبر رویس هال UCLA Los Angeles تلفن اطلاعات 310-463-7593 و 08 ایرانیان با سلام خدمت شما بینندگان عزیز در سراسر جهان. از این پس می توانید شبکه جهانی امید ایران را بر روی هاتبرد در سراسر ایران، اروپا و خاورمیانه از این طریق مشاهده فرمایید. ترانسپاندر 158، فرکانسی 11662، FEC 34، سیمبول ریت 27500، پولاریزیشن ورتیکال. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن کد 818-708-3999 دفتر شبکه جهانی تلویزیون امید ایران تماس حاصل فرمایید. سفری فراموش نشدنی 9 روز و 8 شب با توری تابستانی کشور آذربایجان، اقامت در هتل‌های زیبای کشور آذربایجان، بازدید از شهرهای زیبا و اماکن تاریخی، شرکت در شوها و برنامه‌های هنری با قیمت استثنایی فقط $1,595. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن‌های 310-722-72-83 و یا 818-220-72-70 لطفاً تماس بگیرید. اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی و کاشت مو تماس بگیرید. تا کنون هزاران نفر از سراسر جهان برای بازیابی موهای خود به مطب‌های دکتر مشکین در کالیفرنیا مراجعه کردند. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو می باشد. افراد علاقمند می توانند با هر بودجه هزینه عمل را به صورت اقساط بدون بهره پرداخت کنند.
افرادی که در ایالات و یا کشورهای دیگر زندگی می کنند می توانند مشاوره اولیه را با ارسال عکس خود از طریق اینترنت انجام داده و در صورت انجام عمل هزینه اقامت هتل پرداخت خواهد شد. با شماره 949-219-0027 و یا وبسایت www.hairtrans.com تماس بگیرید. برمیگردیم خدمت شما عزیزان با خانم سمیر. عجب روز قشنگیه. خیلی خیلی بله مرسی. خب گرسنته؟ Are you hungry؟ I'm hungry. I know. خب ایشون نشسته نگران اون تیکت هست که گرفته. خب در این بخش برنامه از یکی از بهترین شف ها، بهترین کسانی که به قول خانم انجلینا جولی، کلینت ایستوود که آسکر وینر هستن، ایشون فقط شف نیستش، یک آرتیسته و دعوت شده در استودیوی ما حضور داره آقای جک لی. مستر لی، هلو. هلو، سلام ایوریبادی، هاو یو؟ ویلکم تو اور شو. Thank you. Thank you for having me. It's such an honor to be here. I brought a little treat for you guys. Fantastic. Tell us about the treat. Yes, this is actually one of Oprah's favorite appetizer, and I use the we call it the firecracker shrimp, and we have some very colorful egg fish roll like caviar. Before we get there, let me introduce you first, so that we talk about it. Yes, Mr. Jack Lee is a celebrity chef. He's worked for many, many... Tell us about yourself instead of me telling. Please tell us and about yourself. And which celebrities you worked with? Yes, I started out cooking as a chef at Hotel Bel Air. That's where I met a lot of producers and a celebrity. And now I work with Mark Burnett, Roma Downey. I cook for Oprah, The Wedding of the Century, Barbara Streisand, Quincy Jones, and David Foster. So it's so honored to be here. And Wedding of the Century for Oprah. For Oprah. Now, Oprah is not married. Very good. How very did good you do the wedding? Very smart. She chose a couple from the audience, and they did a wedding at the Hotel Bel Air, where I was in charge and cooking the event. And that's why I brought one of her favorite dish here to show to the viewer, the home viewer, you know, why celebrity choose me. If we can ask Mr. Essie to give us a close up of this wonderful dish that Oprah likes it. And خانم اوپرا آقای جک لی یکی از شفای هستن که در سراسر جهان با بهترین ها کار میکنن. If you can tilt that just a little bit. No problem. There you go. And tell us, what is that? This is a firecracker shrimp, and we use a poached jumbo prawn with fish caviars. And I believe everybody eats with their eyes first, so presentation is everything. Everything, yes. Okay, it has to be beautiful, and you know, and then the taste, the flavor will come in. So that's fantastic. The whole concept of Jack Lee's cooking, because Jack is out of the box cuisines. Okay. And how there's much? No boundary, no rules, and no limits. How much was the budget for the wedding? It was they spent roughly about $1 million to do the whole wedding. Yes. $1 million. That was a very prestigious wedding. Yeah. Beautiful. Very beautiful event. Beautiful. Yes. آقای جک لی یکی از شفای هستن که برای معروفترین و مشهورترین ثروتمندترین انسانهای رو کره زمین غذا درست میکنن و صحبت شد اینه که اول انسان غذا رو با چشماش میخوره قبل از اینکه تیست بکنه و پریزنتیشن و نحوهی رو که این سرو میشه بسیار مهمه. You know, I'm all for presentation. Yes. Presentation to me is number one, with the coloring, with the way it goes. And how did you get into that?
I learned that from the French the cooking technique, and knowing all the celebrities, you know, everybody's glamorous, you know, it's high end, it's about the colors. So I want to make the food very enticing, because presentation and image is all to introduce you, to make it the eye appealing to the guests, right? And then we introduce the flavor of the Asian and the French, everything combined for them. For yes. them. Now, you can do Asian because you're from... I'm from Vietnam. I came here in 1981 and was watching Three's Company. And I like Jack Tripper, so I named myself Jack. And went to culinary school and became a chef. Yes. You're kidding. Is that a true story? Yeah, yes, yes. I love Jack Tripper. I love Jack Tripper. And, you know, I learned the French cooking as well. And, you know, have so much respect for Persian cuisine. You know, the saffron, the caviars, you know, the rose water, right? So, you know, it's totally respect. It's so delicious. The Persian, one of the best cuisine I felt, you know, in the world. In the you world. Know. Yeah, fantastic. Let's go see one of the footage of what you've done so far. We'll come back and continue. And before I go, he also, we had the honor that he cooked for the event that I was just in United Nations. He was one of the best chefs. Thank you. Yes, we were doing hors d'oeuvres for the party, some dessert, and you know, a little sampling for everybody, because it was very expensive. $1,500 a plate. $1,500 a plate is not 50. Cheap. $1,500 برای هر یک نفر به خاطر که برن اونجا غذا بخورن و اینا. و آقای جکلی اینا رو درست کرده. خیلی جالبه. Jack, it's an honor to have you here, by the way. Merci. Thanks for Thank coming. You. Let's go see a footage. بریم یک فوتج کوچیک ببینیم. برمیگردیم. آقای جکلی میخواد جلومون غذا درست کنه. He wants to cook for us right here. Yes. That's all you need. That's all you need, man. Oh, and I got sake, man. So we're good. I have ginger root. The egg roll has always been a hit. You know, I want to spike it up a little, you know? Make it like an emperor feast. Right. Maine lobster, some king crab, a little bit of julienne, taros and carrots. Oh, nice. Meat. Now, do you saute those? A little bit. And then the winter truffles. So combine them all with a little bit of salt, peppers. So here we go. Oh, wow, look at that. Oh, my God. See the color? Those truffles in there. Yep. And then now, that's what? These are like a little egg wash. Okay. Kind of like bind them everything together. Mm-hmm. Kind of give it a little push here. And then you got that double egg wash. Yeah. Because we have a lot of meat. So here we go. Put in the fryer. Beautiful. What's the raspberry? I used the lobster head to make the broth. We used Sauvignon Blanc. Boil it down to a sauce. Okay, so for the final touch up, we're going to put the gold leaves. There we have it. $100 egg roll paired with Dom Pérignon. Oh my God. Wow, that was nice. Thank you. That was very nice. Thank you. So now for a little food demonstration, okay? Yeah, give us one moment. بچه ها یکی از دوستان تشریف بیارین یک کمکی ما بکنین. Okay, Jack's gonna do a really nice presentation for us. Yes. Go ahead, please. All right, so I'm gonna put together the firecracker shrimp. So here we have already poached. Some jumbo prawns, and this is a remoulade, consists of mayonnaise, a little bit of sriracha chilies, and fish egg, which is the little caviars. Mm-hmm. So I kind of coat the... Tilt it just a little bit so people can... No, tilt the... Okay, there you go. There you go. Yeah, so I just... And Persian people love caviar. You were telling me the benefits of caviar. What is benefits of caviar? Ah, yes. The caviar is very good for you. They have omega-3, omega-6 fatty acid. And it's very good for women and children, especially pregnant women. You know, it just helps. A lot of vitamins in it, a lot of nutrients. And what is that you're mixing together? Now, here are the egg yolks, a little bit of... wasabi, tobiko, a little salmon tobiko. Jack, would you tilt it just a little yes. bit more? There you go. Some red onions. So I want to make it colorful because it's like a rainbow shrimp. Beautiful. We call it firecracker because, you know, I add a little chili to it, so it's a there little spicy. Yum, so yum. Go. جای آقای رفیق. So. نه دوست ندارم آقای رفیق چیزا رو. There you go. So I'd like you guys to try it, please. Okay, a little treat. And then now you know why this is Opa's favorite dish. Here you go, Hamid. Thank you. این دیشیه که خانم اوپرا وینفری عاشق اینه.
که میخوره و ببینیم چیه با اجازه البته من بعد بگم so today you are my A list Ham Mr. Hamid is my A list celebrity Samira Messi thank you for having me this year not only he cooked for Oprah I had the honor he cooked for my birthday Yes. We had a birthday for me with the guy who put the United Nations. It was kind of like a surprise birthday. Yes. And he cooked with another chef. And he won the contest. Fantastic. It was a little competition, a friendly competition. Yeah. Wow. What happened to Salafi? He took it. What happened? Oh, I wanted to have more. What happened to Salafi? تاتش آقا برو تو ویدیو برگرد پلیز برو تو ویدیو آقای همه جو میریم قسمت دوم آینده تاتش نخورد شما آقا چند هزار دلار آقای دفی این شریف پاس این هر کدومه 100 دلار 150 دلاره Shrimp and Jack, it was I love so it. Good. He so came good. like an eagle. Thank they robbed you. It. Now you know why celebrity hired me. It's I'm the good best. But I want to tell you something, I'm a very honest man, especially when it comes to food. Yes. This was one of the best shrimp I've ever had in my entire living life. It is good. It was really it good. It is very. And Mr. Rafi, please don't eat all of it. We have more. Don't well, worry. Well, I'm so sorry. Oh, he's back. Thank you, sir. Very delicious. Thank yeah. you, sir. I want to say thank you to you for coming today and making good Mercy. Lunch for everyone. I was just dissented. except this gentleman. Okay. Tell him it's Agarafi. It's few thousand dollars each one of his plates. Really? I'm not joking. Really? Yes, what I is the most expensive event you just worded? Did? We have a. I did a charity event for Princess Dalal. The Princess of Saudi Arabia. Yeah. Mm-hmm. And Baroness Emily Moore with Quincy Jones, where we did a plate, about 2,500 a plate, mm-hmm. charity, you know, to help mm-hmm. the children, you know. So, you know, we did a lot of events. I traveled to Barcelona. I was hired to travel to Barcelona and cook, you know, where I discovered they don't have Chinatown there, right? Right. So, with all everywhere they have Olympic, they don't have Chinatown. You know, it's so it find it very amusing. So it give me a chance to understand the different culture and different world out there, and that's why I'm so unique because I love to cook with colors and special ingredients for the celebrity, and that's why I made the $100 egg roll because the client always say, give me more, give me special. So we made the egg roll into $100 pair with Dom Perignon, right? Using gold, caviar, truffles, making it into a beautiful masterpiece. Fantastic. That's caviar actually, in there. This country or most European countries, yes. Cooking is a kind of art. Right, yes, sir. Very, I'd like to thank you to you for coming here. I'm sorry. I'm not in a good mood today, so I was sitting here and I talked to you, I interviewed you. Thank you, sir. And are you going to make another one for us? Yes. This one is actually for the show, if I may have it. I love this show, it's so... Okay, the sure. people here are so yeah, wonderful. Sure, I love it. Beautiful and people. And you were also in KTLA 5 last week. I was just there doing creative food ideas to help parents how to cook
for the kids, because you know, July 4th is here, summer is here, the kids are off school, so I want to help the parent create That's something very nice. Beautiful for them. Yes. Can I give him just this? I love it. Oh, otherwise I have to throw it out. This is so good. This is gonna be the best show I've on. I know. He's also. You're working on a cookbook for kids. Yes, yeah. Book is coming anyway, out soon. I have to go with my friend. Thank you. Merci. Thank you for dropping by. You don't want to join us? And, you know, with Samira have a very beautiful jewelry line, and, you know, we want to do a dish together to dedicate to her. We call it the Samira Jim Caviar Special, right? So where we can do some lobster and some seafood like salmon, make using a red caviar to make a necklace, you know, you know, some saffron tomato broth. So it'll be a beautiful dish for Samira. How do you think about that? Next time, that's yes. Beautiful. Yes. I want to thank you for being here. I want to thank you for being so humble. You brought us food. He brought some wonderful egg rolls for this morning. And Hamidjan, mother him so bad because somebody switch on me, please. Thank you. And visit ChefJack.com. They're eating. ChefJackLee.com. ChefJackLee.com. Thank you. You'll see all the pictures, you see all the videos, you see everything recipes. That he does. He does a fantastic presentation, and the taste is phenomenal. It is amazing. And he also worked with Nancy Reagan. Yes. Priscilla Presley. Ooh, Priscilla Presley. Yeah. A lot of I like Priscilla from the Presley. Saudi Arabia royal families. Who is that handsome man right there? Yeah, one and only. Chef Jack Lee. Yeah, that and is you were also saying celebrities' favorite dish, they use one kind of meat the most. Yes, they celebrity like everybody else love to eat healthy, and they love to eat the seafood. So I use a lot of sea bass, or white fish to cook for them with some green tea noodle. Represent healthy. We steam it. We put a little special sauce for them. What is the one food that is universal that everybody loves and everybody asks for? That basically all ethnics, all cultures can accept it. As caviar. 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 Is it? even the royal family, even the yes, Saudi yes, you know, from you know, average home family to celebrity to wealthy family, we have one thing in London. We all love caviar. Right. Fantastic. Yes. Yes. And beluga. 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 That's too expensive beluga. For my blood. Yeah. But that's the best, yes. I want to thank you again. Thank you. Jack. Thank you, Hamid. Here. Thank you I for having me. I appreciate thank that. Beautiful you. Show. Thank you, Samira. I appreciate that. Yes. خانم آقایون، خانم سمیرا، مرسی که آقای جک رو دعوت کردید و تشریف آوردن. خانم آقایان، بی نهایت سپاسگزاریم از توجهتون به این برنامه ویکلی لایف شو. هر هفته ساعت 11:30 بامداد به وقت لس آنجلس روزهای جمعه و تکرارش 9 شب پخش میشه و همینجوری که مشاهده میکنید با اشخاص معتبر و مشهور جهان سعی میکنیم یک برنامه فانیو برای شما بیاریم. من امیدوارم و پیشنهاد میکنم آقای رفیع یه دونه شیری برام بزن برادر. We have to fight for the shrimp. تا هفته آینده شب روز شما خوش. Thanks Jack. Bye. Thank you. Bye.